فقط خبرها. تلاش تازه ژاپن برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. شینزو آبه برای میزبانی از روحانی آماده می شود. افزایش قیمت دلار به بیشترین حد در 6 ماه اخیر. رئیس بانک مرکزی می گوید یک دلیلش گران شدن بنزین است. خروج سرمربی ایتالیایی استقلال از ایران. هواداران خشمگین به باشگاه حمله کردند. و محرومیت روسی از بازی‌های المپیک و جام جهانی آینده. ورزشکاران روس که دوپینگ نکرده باشند می‌توانند زیر پرچم بی‌طرف مسابقه دهند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد جواد ظریف گفته پس از آزاد شدن یک زندانی ایرانی در آمریکا، ایران آماده تبادل جامع زندانیان دو طرف است. این سخن وزیر امور خارجه ایران در پی چند هفته تحرک دیپلماتیک برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا بیان شده. یک هفته پیش ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه را با پیامی از طرف رئیس جمهوری به ژاپن فرستاد، کشوری که پیشتر سعی کرده بود بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. حالا نخست وزیر ژاپن گفته که با ایران در مورد سفر حسن روحانی به توکیو سرگرم گفتگوست. خبرگزاری کیودو هم گزارش داده که آمریکا از این سفر استقبال کرده، سفری که انتظار می‌رود حدود 10 روز دیگر صورت بگیرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و اعلام خبری که میتواند شروع روندی باشد برای حل بحران روابط آمریکا و ایران و شاید حتی مذاکرات برداشته شدن تحریم ها. سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن تحت بررسی است. جامعه جهانی از ژاپن انتظار دارد با توجه به ائتلافش با آمریکا و روابط خوب و پایدارش با ایران بتواند کمکی باشد به بهبود شرایط در منطقه. این سفر به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران صورت می‌گیرد که آن را معاون وزیر خارجه ایران هفته گذشته با نخست وزیر ژاپن در میان گذاشت. ژاپن می‌خواهد از هیچ کوشش دیپلماتیک ممکن برای رفع تنش در منطقه از طریق گفتگوهای مستمر فروگذاری نکند. بیش از 6 ماه پیش تلاش قبلی آقای آبه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسید. در اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از انقلاب، تندروها در ایران همان روز پیامی بلند و رسا به او و آمریکا دادند. دو تانکر نفتکش، یکی از آنها ژاپنی، در نزدیکی تنگه هرمز هدف 2 انفجار قرار گرفتند. حملاتی که به عنوان پیامی از تندروها تلقی شد که به دنبال تنش حداکثری هستند. و اگر آقای آبه تردیدی درباره محتوای این پیام داشت، این تردید در ملاقات با رهبر ایران رفع شد که هر نوع مذاکره و میانجیگری را رد کرد. راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. دو هفته قبل از اون رئیس جمهوری آمریکا اینجا در ژاپن در کنار نخست وزیر ژاپن گفته بود که او با ایران به دنبال مذاکره است و نه تغییر رژیم، مذاکره با رهبران فعلی ایران. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. حالا 6 ماه بعد به نظر می‌رسد ایران برای باز کردن باب مذاکره با آمریکا آمادگی دارد. آزادی 2 نفر از زندانیان دو طرف این هفته فضا را کمی آرام‌تر کرده است. تبادل زندانیان رو رئیس جمهوری آمریکا در این پیام توییتری نشانی امکان توافق و معامله با ایران تعبیر کرد. و حالا از قول یک دیپلمات آمریکایی گزارش شده که آمریکا از سفر آقای روحانی به ژاپن استقبال می‌کند و منتظر شنیدن نتایج آن است. و وزیر خارجه ایران هم امروز در توییتر نوشته که ایران برای تکمیل کار آزادی همه زندانیان دو طرف آماده است و توپ در زمین آمریکا است.
اعتراض‌های آبان ماه که در آن صدها نفر کشته شدند، عمق نارضایتی را در ایران نشان داد و تهدیدی از سوی آن متوجه حکومت است. امروز برداشته شدن تحریم‌ها اولویت ایران است و ژاپن می‌تواند نقشی مهم بازی کند. کسری نجی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد، افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز به ما پیوسته. آقای شاهی، آنچه که عملا داریم میبینیم این است که آقای ظریف دقایق پیش توییتی کرده و در اون توییت میگه که آماده تبادل جامعه زندانیان هستند. به نظرتون یه پیشرفت خوب باید دیده بشه؟ بدون شک یک پیشرفت بسیار خوب هست در مورد این پرونده بسیار خاص، پرونده زندانیان آمریکایی، این 4 زندانی باقی مانده و همچنین زندانیان ایرانی در ایالات متحده. اما با در نظر گرفتن شرایط و جزئیات دیگه، من بعید میدونم که این بتونه زمینه ساز مذاکرات جدیتری بشه. بعد از اون مبادله موفق زندانیان ایرانی آمریکایی و اون توییت آقای ترامپ که از مقامات ایرانی تشکر کرده بود، این حدس و گمان برای بعضی از ناظران به وجود اومده که شاید در واقع فضای لازم بالاخره برای مذاکره به وجود اومده باشه. اما اگر که ما بخوایم به جزئیات توجه بیشتری بکنیم، در همین یکی دو روز گذشته اون صداها و اون پیام‌هایی رو که ما از واشنگتن دریافت کردیم که مرتبط هست به ایران، بسیار متفاوت هست. مثلا وزیر دفاع ایالات متحده در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که جمهوری اسلامی تحت فشار فزاینده هست و ما باید منتظر هر گونه در واقع واکنشی باشیم. یکی از مقامات بلندپایه دیگه وزارت دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی صرفا به خاطر فشارهایی که در روش اعمال میشه به دنبال اقدامات متعرضانه است. البته جزئیاتی در مورد این اقدامات احتمالی متعرضانه نداد، اما نشون میده که در شرایط فعلی حداقل دو نظریه غالب بین دولت مردان ایالات متحده وجود دارد. یک نظریه این هستش که فشارهای زیاد، اعمال تحریم‌های بیشتر بالاخره جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره و آماده میشه برای مذاکره، و یک نظریه دیگه این هست که این فشارها عملاً باعث میشه که جمهوری اسلامی جریح‌تر بشه و دست به اقداماتی بزنه که بتونه به شکل واقعی کلمه ثبات منطقه رو به مخاطره بندازه. آقای شاهی، بار قبل که شینزو آبه به تهران رفت، در گزارش کسری هم شنیدیم آقای خامنه‌ای اونجا میگه من ترامپ رو لایق پیام هم نمیدونم. این بار اما به نظر میرسه که ایرانی‌ها دست به دامن ژاپنی‌ها شدند، سفرهایی کردند و حالا گفته میشه که داره کارهایی انجام میگیره. چقدر فکر میکنید ژاپن این بار میتونه نقشی بازی بکنه، به خصوص اگه موضع ایران کم و بیش تغییری کرده باشه؟ اگر که موضع جمهوری اسلامی تغییری کرده باشه، بدون شک نقش کشورهایی مثل ژاپن میتونه مهم باشه. اما فارغ از این مسئله مبادله زندانیان و اعمال تمایل مقامات ایرانی و آمریکایی برای آزاد کردن زندانیانشون، هنوز چشمانداز روشنی در دسترس نیست، هنوز ادله محکمه پسندی در دسترس نیست که بتونه ثابت بکنه که به مفهوم واقعی کلمه جمهوری اسلامی میخواد در مورد سیاستاش تجدید نظر بکنه. بعدش هم ما میگیم مذاکره. دقیقاً مفهوم مذاکره چیست اینجا؟ آیا مذاکره روی برنامه موشکی ایران هست و با در نظر گرفتن این در واقع بحران مشروعیتی که امروز جمهوری اسلامی در درون باش مواجه شده و اون اتفاقات و فعل و انفعالاتی که در منطقه افتاده، خصوصا در کشور عراق و لبنان، شاید جمهوری اسلامی امروز بیشتر از هر وقت دیگه احساس آسیب پذیری بکنه و تحت هیچ شرایطی حاضر نباشه که در مورد برنامه‌های موشکی خودش وارد مذاکره بشه. ممنونم ازتون آقای شاهی. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ در یکی از سنگین‌ترین احکامی که تا به حال صادر کرده، روسیه رو به مدت 4 سال از شرکت در همه مسابقات ورزشی بین‌المللی محروم کرد. این حکم با اکثریت آرای هیئت رئیسه این سازمان صادر شد. روسیه 21 روز فرصت دارد که درخواست فرجام کند. مهرزاد کهن روز گذشت می‌دهد. سرانجام بعد از مدت‌ها کش و قوس، سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا تصمیم خودش را گرفت و روسیه را نقره داغ کرد. از روسیه خواسته شده بود که اطلاعات مربوط به نمونه های دوپینگ ورزشکاران خود را به این سازمان بفرستد و حالا به دلیل فرستادن اطلاعات دستکاری شده
ورزشکاران روس به مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات مهم ورزشی بین‌المللی محروم شدند. این رأی به این معناست که پرچم روسیه در المپیک 2020 توکیو و جام جهانی 2022 قطر دیده نمی شود و سرود ملی این کشور هم در این دو تورنمنت عمده ورزشی شنیده نخواهد شد. این تصمیم برای مجازات افراد یا سازمانهای خاطی در نظر گرفته شده که نشان دهد با چنین رفتاری مدارا نخواهد شد. این تصمیم با قدرت در برابر آنهایی که تقلب کردن قرار میگیرد و در عین حال قصد دارد از آنهایی که تقلب نکردن حمایت کند. نتیجه امروز به خاطر قدرت مثال زدنی تحقیق سازمان مبارزه با دوپینگ گرفته شد. تصمیمی که با خشم احتمالی مقامهای ارشد کرملین روبرو خواهد شد. روسها امتیاز میزبانی مسابقه های مهم ورزشی را هم با این تصمیم از دست خواهند داد. در حالی که مردم این کشور سال گذشته طعم شیرین میزبانی جام جهانی فوتبال را مزه کرده بودند، حالا فقط دادگاه عالی ورزش میتواند این رأی را برگرداند. اتفاقی که با توجه به حجم مدارک محکم علیه روسیه شانس بالایی ندارد. مهرزاد کهنروز، BBC. سیو روزنبرگ، خبرنگار بی بی سی در مسکو، از پایتخت روسیه به ما پیوسته. آقای روزنبرگ، به نظر میرسه که حکم بسیار سنگینی صادر شده، یک تنبیه جمعی که حالا 4 سال عملا ورزشکاران روسیه رو با مشکل مواجه میکنه. درسته، این یک تحریم خیلی جدی است. البته باید بگم که خیلی شگفت‌آور نبوده در روسیه. مقام‌های ورزش روسیه و ورزشکاران روسی انتظار تحریم سختی رو از وادا، آژانس جهانی ضد دوپینگ، داشتن، اما با وجود اینکه شگفت زده نشدن، میگن که غمناک و مایوس شدن و اون رو تراژیک و دردناک توصیف کردن. مثلا فدراسیون بوکس روسیه این تصمیم رو احمقانه توصیف کرده و گفته که ورزشکاران روسیه، بوکسورهای روسیه بدون پرچم روسیه یا سرود ملی این کشور اصلا نمیخوان که به المپیک برن. باید بگیم که واکنش اولیه دولت این بوده که یک توطئه‌ای هست علیه روس‌ها، و امروز دیدیم که دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه این رو به عنوان یک برخورد هیستریک ضد روسی و ادامه اینجور برخوردها توصیف کرده. و یک ورزشکار روسیه دیگه هم امروز به من گفتش، یک ورزشکار دو میدانی، گفت که در واقع مقصر ما خود ما هستیم. البته من مایوس شدم از این تصمیم، اما به گفته این ورزشکار روسی تقصیر مقام‌های روسی بوده، مقام‌های ورزش روسی که در 4 سال اخیر تلاش نکردن که ورزش روسیه رو از دوپینگ پاک کنن. ممنون از شما سیو روزنبرگ، ممنون از وقتتون از مسکو. نطق امروز پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس ایران، جنجالی شده. او در اعتراض به آنچه که به حاشیه رفتن اهمیت مجلس خوانده، از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات دوره بعدی مجلس خودداری کرده. خانم سلحشوری در نطق امروزش به سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران اشاره کرده و از مادران داغدار گفته. مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ متاسفانه به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز، بقیه مردم را رها کرده ایم. به گونه ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته شدگان سهمیه پزشکی کسانی بودند که دچار سهمیه بودند، یک طبقه نوساخته و برساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رها شده. به همین دلایل متاسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است، استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش. صدای پروانه سلحشوری بود، نماینده تهران، که امروز در مجلس صحبت می‌کرد. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به مهم‌ترین عناوین خبری روز.
در ادامه تلاش ژاپن برای میانجیگری بین ایران و آمریکا، نخست وزیر ژاپن میگوید درباره سفر حسن روحانی به توکیو با تهران گفتگو میکند. قیمت دلار در ایران به بیشترین حد در 6 ماه اخیر رسید. امروز قیمت ارز در ایران به بالاترین میزان در 6 ماه گذشته رسید. نرخ دلار آمریکا در سامانه نرخ ارز که زیر نظر بانک مرکزی است با 600 تومان افزایش نسبت به دیروز به 13550 تومان رسید. هر یورو هم 14850 تومان فروخته شد. 3 روز پیش رئیس کل بانک مرکزی شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین را یکی از دلایل بالا رفتن نرخ ارز اعلام کرده بود. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، چه شد که قیمت دلار به ناگهان بالا رفت؟ صحبت از بنزین هست ولی اون نمیتونه تنها دلیل باشه. نه قاعدتا تنها دلیل نیست. و اینکه چرا امروز یه دفعه چنین جهشی هم داشته، اینم یه چیزی نیست که بشه مشخصا دست گذاشت روی یک اتفاقی که امروز افتاده و گفت این عامل افزایش شدید امروز قیمت دلاره. ولی ببین، 3 تا دلیل عمده در مورد این افزایش شدید قیمت دلار در حدود 1.5 ماه گذشته میشه در واقع ازشون صحبت کرد، که از مثلا 1.5 ماه پیش دلار حدود 11000 تومان بود، الان رفته بالای 13500 تومان، بیشتر از 20%، نزدیک 25% رفته بالا. دلیل اولش عرضه است، که عرضه بیشتر از هر چیزی دست دولته. این دولت و بانک مرکزی هستند که میتونن تصمیم بگیرن چقدر از دلاری رو که دارن، چقدر از ارزی رو که دارن وارد بازار کنن. تو شرایط تحریم ایران درآمد ارزش پایین اومده، طبیعتاً ممکنه مثلا بانک مرکزی بخواد با احتیاط بیشتری این ذخیره یا داراییشو وارد بازار بکنه. و در کنار این مسئله اینم هست که بازارم اگر فکر کنه که ایران میزان ارزی که در آینده در واقع کسب میکنه و میتونه وارد بازار کنه کم شده، اونم ناخودآگاه تأثیر میذاره. دلیل دوم تقاضاست، که مخصوصا خیلی‌ها دارن صحبت از این میکنن که وارد کننده ها اون یک هفته‌ای که اینترنت قطع بود نتونستن در واقع کار واردات رو انجام بدن و خیلی از حواله هایی که برای گرفتن ارز باید اون موقع می اومده جمع شده و الان داره وارد بازار میشه، به همین خاطر تقاضا بالا رفته. در کنار این ممکنه مردم، سرمایه گذاران و کسانی که حالا به دنبال اینن که از ارز درآمدی کسب کنن، اینها هم ممکنه در واقع تحت تأثیر این انتظار که قیمت دلار میره بالا، الان در سرمایه بیشتری وارد بازار کرده باشند. و سومی همین بحث انتظاراته، انتظار این که نرخ تورم بره بالا، انتظار این که به خاطر کمبود بودجه و به خاطر کسری بودجه دولت بخواد نقدینگی رو بالا ببره و پول وارد بازار کنه و چیزای شبیه به این هم میتونه روی قیمت ارز تاثیر بذاره. یه نکته مهم دیگه این که داریم به ماهای پایانی سال نزدیک میشیم. میدونیم که یکی از دلایلی که قیمت بنزین رو افزایش دادن در واقع جبران کسری بودجه دولت بود و به همین خاطر که دولت خیلی هم ناراضی ممکنه نباشه از بالا رفتن قیمت دلار. ممنون ازت بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران میگوید برای سال آینده صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده. محمد باقر نوبخت در توضیح ارقام لایحه بودجه سال آینده گفت قیمت هر بشکه نفت حدود 50 دلار در نظر گرفته شده، که کمتر از نرخ جاری 68 دلار در هر بشکه است. رسانه‌های ایران پیشتر گفته بودند که دولت برای سال آینده فروش 500000 بشکه نفت را پیش بینی کرده. بعضی از منابع گفتند که ایران در حال حاضر روزانه 300 تا 500000 بشکه نفت صادر می‌کند. آقای نوبخت امروز گفت که این آمار صحت ندارد، ولی میزان دقیق فروش نفت ایران را اعلام نکرد. سروش فرهادیان روزنامه‌نگار ایرانی با شکایت وزارت اطلاعات به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از کار رسانه‌ای محکوم شد. او به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. به گفته وکیل آقای فرهادیان، این 3 ومین حکم محکومیت او با همین اتهام طی 3 سال گذشته است. سروش فرهادیان با روزنامه‌ها و مجلات اصلاح طلب از جمله یاسنو، بهار، شرق و اعتماد همکاری داشته. شهرام ناظری خواننده سرشناس ایرانی برخلاف سالهای گذشته آذرماه امسال در قونیه کنسرت برگزار نمی کند. آقای ناظری در اعلامیه گفته که این تصمیم را برای همدردی
با کردهای سوریه و به احترام مردم ایران گرفته. به نظر میرسد منظور او حمله نظامی ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه و سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران باشد. شهر قونیه در ترکیه محل دفن مولوی از مشهورترین شاعران و عارفان فارسی گوی است. آقای ناظری مولوی را سخنگوی وجدان انسانی و منادی صلح و دوستی در جهان خوانده. سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال تهران که به علت پرداخت نامنظم حقوقش دیروز قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده بود، صبح امروز تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد. در کانال تلگرامی بی بی سی فارسی نظر شما رو درباره رفتن آندرا استراماچونی پرسیدیم. بعضی از اونها رو با هم بشنویم. مشکلات استقلال مال یکی دو روز نیست. 4 سال این تیم درگیره. آقایون مدیر اجازه نمیدن که این تیم خوب بمونه. این تیم خیلی وقته که میخواد خوب شه، خوب میشه، ولی ناگهانی به واسطه این مدیرای از هم پاشیده میشه. دلیلش هم بقیده خیلی یه چیز بیشتر نیست، اونم آقای سلطانی فره، وزیر ورزش. مسئول اصلی جدایی استراماچونی از تیم شخص فتی مدیر عامل، اگر تا الان میگفتیم ناکارآمدترین مدیر عامل تاریخ فوتبال ایران، الان باید بگیم خائن ترین. عمدن ضربه میزنه به تیم. اون از پارسال که 3 هفته مونده به پایان لیگ، شفر رو با اون وضعیت بد انداختن بیرون و فرهاد مجیدی رو به جاش گذاشتن. بعد اومدن مصاحبه کردن که قرار نیست فرهاد مجیدی معجزه کنه. الان هم تا دیدن که تیم داره اوج میگیره، دقیقاً اون بندی از قرارداد که اگر 2 ماه حقوق نگیره میتونه فسخ کنه رو انجام دادن و 2 ماه حقوق ندادن بهش. جدایی آقای استراماچونی رو میشه به تمایلات رنگی دولت و وزارت ورزش نسبت داد، چرا که خیلی متفاوته با جدایی آقای برانکو. خب ببینید، آقای برانکو فرصت این رو داشت که چند سال توی ایران فعالیت کنه و بعد حالا بنا به دلایلی ایشون جدا شدن، در حالی که برای آقای استراماچونی این فرصت کوتاه فراهم نشد. باید حق بدیم به هواداره استقلال که اینطور فکر کنن، چرا که در جدایی تیام و پاتوسی هم در واقع اتفاقات مشابهی افتاد. به هیچ سرمربی دیگری ما فکر نمی کنیم، فقط استراماچونی باید برگرده. به علاوه اینکه نیم فصل هم باید چند تا بازیکن استقلال بگیره، به دلیل اینکه ما ضعف بازیکن هم داریم، در هم در مهاجم، هم هافک، هم در جناحین. پرسپولیس تو این سالا همیشه شاکله اصلی تیمش رو حفظ کرده، به موقع پول مربی بازیکن‌ها همه رو داده. فقط آقای برانکو بعد 4 سال که همه جور قهرمانی آورده، همه جور واسش کار انجام دادن، دلش خواست از این تیم بره. در حالا استقلال بدترین مدیر عامل‌ها رو واسه این تیم میذارن و هر دفعه هم بهترین مهرهای استقلال رو از دست میدن. همیشه میگن پول نداریم، الان هم که میگن تحریمیم، نتونستیم پول بدیم، پس چجوری الان پرسپولیس تونسته؟ الان هم که میبینیم مشکل ما مشکل فتحی یا مدیر عامل قبلی نیست، مشکل آقای سلطانی فره که سلیقه و علاقه خودشونو تو این 3-4 سالی که وزیر ورزش بودن وارد کارشون کردن. صدای تعدادی از هواداران استقلال بود که به صفحه تلگرام بی بی سی فارسی فرستاده بودن. همگی هم ناراحت و عصبانی هستند مشخصا از رفتن آقای استراماچونی. شما هم اگر نظری دارید، موافق یا مخالف، اون رو برای ما بفرستید، ما حتما اون رو پخش خواهیم کرد. دولت عربستان میگوید رستوران ها از این پس دیگر ورودی های جداگانه برای زنان و مردان ندارند. تا پیش از این غذاخوری ها در این کشور مجبور بودند یک ورودی جداگانه برای خانواده ها و زنان داشته باشند و ورودی دیگری را به مردان اختصاص بدهند. داخل رستوران ها هم اغلب پرده ها یا صفحاتی برای جدا کردن خانواده ها و زنان از مردان وجود داشت. عربستان اخیراً بعضی از قوانینش درباره زنان را اصلاح کرده. سانا مارین وزیر ترابری فنلاند که به عنوان رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات انتخاب شده، به زودی به عنوان جوانترین نخست وزیر جهان کار خود را آغاز خواهد کرد. خانم مارین 34 سال است. حزب او در ائتلاف با 4 حزب دیگر دولتی تشکیل داده که رهبران اونها هم همه زن هستند. 3 نفر از آنها هم زیر 35 سال سن دارند. در مسابقه اخیر تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و منچستر سیتی، یک مرد 41 ساله به اتهام تحریک هواداران و توهین نژادپرستانه به بازیکنان منچستر یونایتد بازداشت شد. این چندمین حمله نژادپرستانه در فوتبال اروپا طی ماه‌های اخیر است. کیتی گورنال خبرنگار ورزشی بی بی سی گزارش می‌دهد.
در این لحظات بود که شهروند جذاب منچستر به زشتی و خشونت کشیده شد. وقتی که فرد بازیکن منچستر یونایتد در نیمه دوم برای زدن کورنر رفت، اشیایی مثل فندک به سمتش پرتاب شد. دقایق قبل از آن هم یک طرفدار منچستر سیتی با حرکات نجات پرستانه به بازیکنان یونایتد حمله کرد. بعد از بازی بود که تصاویر این حملات نجات پرستانه در فضای مجازی پخش شد. ما همیشه مردم را تشویق می‌کنیم که این نوع حرکات را گزارش کنند. این حمله اخیر هم گزارش شده و در حال بررسیه. پلیس شهر منچستر گفته یک مرد 41 ساله دستگیر شده. پلیس همچنین گفته که امیدوار است دستگیری این فرد جدیت مسئولان در برخورد با نژادپرستی را نشان دهد. اتفاقی که اینجا در ورزشگاه اتحاد افتاد از حضور پررنگ نژادپرستی در فوتبال خبر میده. پارسال هم همین موقع‌ها رحیم استرلینگ مهاجم منچستر سیتی در بازی با چلسی مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفت. این اتفاق در روزنامه‌ها بازتاب فراوانی داشت و به محرومیت مادام العمر طرفدار چلسی از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال منجر شد. امسال هم در رده ملی و در مقدماتی یورو 2020 به استرلینگ و بعضی از بازیکنان تیم ملی انگلیس حملات نژادپرستانه شد. برخورد با این قضیه به عهده مسئولانه. این اتفاقات داره تصویر منفی از فوتبال ارائه می‌کنه. این حوادث برای کسی جذاب نیست. یونایتدی ها پیروزی خیلی مهمی را در برابر منچستر سیتی جشن گرفتم، اما این پیروزی زیر سایه نژادپرستی کم رنگ تر شد. فوران ناگهانی آتش فشان در نیوزیلند جان دست کم 5 نفر را گرفت. حداقل 20 نفر هم مجروح شدند. ده ها گردشگر به جزیره وایت رفته بودند که ناگهان دود خاکسترهای سیاه هزاران متر به آسمان رفت. گزارشی ببینیم از شارلوت گلگر. خاکسترهای سیاهی که هزاران متر به آسمان رفت. تنها چند دقیقه قبلتر گردشگرانی نزدیکی دهانه آتشفشان قدم می‌زدند. این آتشفشان فعال در جزیره وایت نیوزیلند و از جاذبه‌های گردشگری است. این تصاویر را یک گردشگر تنها 30 دقیقه قبل از فوران آتشفشان گرفته. به نظر می رسد بالگردهایی که گردشگران را به این منطقه می بردند از بین رفتند. عملیات بزرگی برای نجات افراد جریان دارد. در ابتدا فکر می کردیم حدود 100 نفر در جزیره یا نزدیک آن هستند، اما حالا می دونیم که کمتر از 50 نفر اونجا بودند. تا الان خیلی از این افراد به ساحل منتقل شدند، ولی هنوز عده‌ای در جزیره حضور دارند. این اولین فوران آتشفشان در جزیره وایت در 3.5 سال گذشته است. هفته پیش زمین شناسان از احتمال فوران شدید این آتشفشان خبر داده بودند. حالا همه تلاش‌ها برای نجات گردشگران است که به این جزیره رفته بودند و در این بلای طبیعی گیر کردند. شارلوت گالاگر، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.